رادیو همراه بفرمایید. درود بر شما آقای دکتر، درود بر شما، بفرمایید. امیدوارم که خوش و خرم باشین. لطف دارید من بفرمایید. 41 سالمه، از شمال امریکا تماس میگیرم خدمتتون. یه سینگل در هستم، با دختر 9 سالم زندگی میکنم. اول یه چند تا سوال کوتاه داشتم از شما. نه اول من اطلاعات بدید، شما همسرتون ایرانیان یا غیر ایرانی؟ همسر سابقتون ایرانیان و ایشون چند سالشونه؟ ایشون 36 سالشونه. اوکی، شما چه مدتی هست که امریکا هستید؟ از 2017. خب شما در قبلش ایران بودید؟ در رفت و آمد به امریکا بودیم از 2015. اونش مهم نیست، مسئله محل اقامتتونشون. 6 بله سال بله. سی اومدی. خب شما پس در ایران ازدواج کردید درسته؟ بله بله. حدود فرزندتون هم اونجا متولد شده؟ بله بله. کی جدا شدید؟ چند سال جدا شدید؟ حدود 2 سال هست. پس از بنابراین ایران قریب سپریشن بود و اینا، ولی نه اونم مهم نیست، مهم نیست. بنابراین شما در امریکا از همسرتون جدا شدید؟ بله. خب بعد مسئله حضانت یا کاستدی بچه چگونه شد؟ لیگالی ایشون دارند، ولی خب خیلی تمایلی نداشتن که بچه رو نگه دارن، بر همین بیشتر ایشون با منه. نه توافق کردید؟ بله توافق، یعنی توافق بوده همش. توافق شما این بوده که توافق کردیم، ولی خب ایشون نه ببینید در امریکا لیگالی داشته باشن، ولی نه در امریکا در امریکا فیزیکال و لیگال یه مسئله متفاوتیه، برای که لیگال غالب اوقات به پدر مادر هر دو میدن، ولی فیزیکال اگر توافق کرد، اگر دولت قانون دادگاه تصمیم گرفته گفته چقدر پلو شما چقدر پلو ایشون، توافق کردیم، یعنی ایشون پیش من و اسرا بیشتر مادرشون از مدرسه برش میدارم میارنش خونه من، یکی 2 ساعتی در روز باشم. نه همسر سابق شما بچه رو از مدرسه هم داره میاد خونه شما، یه 2 ساعتی اونجا میمونه بعد میره؟ من خونه نیستم اون ساعت. آکی، بس من بریم اون زمانی که شما نیستم. من دم دروایی میستم، ایشون که میره بعد من میرم داخل. آکی، هر دو چی خوندی چه میکنی؟ من دکترای مهندسی دارم، ایشونم دکترای داروسازی. آکی، بسیار خوب. حالا موضوع و مسئله که به خاطر تلفن کردی چی عزیز؟ اول دو تا مطلب کوتاه میخواستم ازتون بپرسم. یکی این که دختر من حدود 30-40 دقیقه در روز سکرین تایم داره و تازگی به من میگه که بیشتر همکلاسیاش و همسناش با کامپیوتر بازی میکنن و به من میگه که اگر ممکنه که من براش اکانت بگیرم که ایشونم بتونه کامپیوتر بازی کنه اون 30-40 دقیقه که سکرین تایم داره. خواستم ببینم که این مشکل چه مدرسه، چرا فرستادی، چه مدرسه فرستادیش که بچه رو در 9 سالگی میگن بگیر بخواب؟ بله نه این بخش وقتی که میگیر راجبه چیه من متوجه نشدم. تلویزیون نگاه میکنه 30-40 دقیقه و بچه های دیگه میگه همکلاسی هم کامپیوتر با کامپیوتر بازی میکنن در خونه شون اون 30-40 دقیقه رو. خب از من از کجا این 30-40 دقیقه از کجا در اومده؟ یه بچه که فرض کنید ساعت 3 و 4 بعد از ظهر میاد تا 9 شب که میخوابه 6 ساعت وقته. چرا 30-40 دقیقه اسکرین تایم داره فقط؟ نه من سوالم نه من نمیفهمم عزیز. نه شما برای من لطفاً بیشتر وقتی که تو خونه هستن یا کتاب میخونن یا بازی میکنن. با کی بازی میکنن؟ ولی حدود 40 دقیقه تلویزیون نگاه. با کی بازی میکنه؟ بله. با کی بازی میکنه؟ حالا ابزار که زیاد، یعنی از اسباب بازی. نه آخه شما چیکار دارید میکنید با دخترتون؟ شما یه دختر 9 ساله رو ساعت 3 و 4 بعد از ظهر میارید تا 8 و 9 شب تو خونه تنها بازی میکنه؟ آخه تا میدونیم تا کتاباشو یه ذره کتاب بخونه، یه ذره مشقاشو بکنه، شامشو بخوره، دوششو بگیره. البته هر روز عصر یه برنامه داره، یعنی یه روزی مثلا ژیمناستیک میره، یه روز تنیس میره، یه روز یعنی هر روزی یه بالاخره یه برنامه‌ای داره، یا لگو کلاس لگو میره یا کلاس شطرنج میره. این کارا رو این همه کلاس برای چی گذاشت؟
بیشتر برای اینکه لگو که تو خود مدرسه است، یعنی یه جوری افتر اسکوله. من کاری به اون ندارم عزیز، ما اومدیم اینجا زندگی کنیم یا اومدیم بریم کلاس؟ یعنی کلاس ها خیلی فانن، هیچ کدومشون آموزش مثلا چیز نیستن، بیشتر فانن. در ورزش هم ژیمناستیک و اینا هم خب خودش دوست داشته، هم ژیمناستیک و هم تنیس، و خودش از من خواسته که اسمم بنویس که من برم، دوست دارم که این ورزش ها رو بکنم. یعنی اصلا ژیمناستیک که خب هی به من میگفتش که دوستام ژیمناستیک میدارم، منم میخوام برم و من اسمش رو. نه من حرفی ندارم. نه ببینید عزیز، شما که اینجا که دادگاه نیست، بنابراین لطفا به گونه ای صحبت نکنید. شما هیچ بچه حاضر نیست در هفته 6 تا کلاس مختلف بره. بعدم فرزند شما تنهاست. افتر اسکول میرفتش ساعت 3:30 تا 6 یه افتر اسکول تو خود مدرسه بود که همه بچه های مدرسه بودن. بسیار خوب بوده. ایشون جانم بسیار خوب بوده. بله ایشون توی اون افتر اسکول که میرفت به من گفتش که 2 روز در هفته بچه ها میرن کلاس لگو و چس، اگه میشه من اونجا ثبت نام کن. بعد خب من بذار من حرفمو بزنم، بذار من حرفمو بزنم. هر زمان که فرزند شما میخواد که من رو ببرید این کلاس اون کلاس، تا زمانی که میخواد، حتی بعد از 2 روز یا بعد از 2 ماه یا بعد از 2 سال گفت نمیخوام، بهش میگید خب تموم شد، انتخاب او بکنه، من حرفی ندارم. و حق داشته باشه حرف بزنه و نظر بده و زیر بمباران تبلیغات شما که این کار چقدر خوب و اینا نباشه. شما یه نگرانی دارم که ما بعدا با مشکل روبرو بشیم. بنابراین به من میفرمایید که اینا انتخاب خودشه و آزاده که بره یا نره. هر زمانم که گفت نمیرم من میگم بسیار خوب نرو، اگه چنینه ما مشکلی نداریم. خب الان مثلا همینطوره، مثلا یک شنبه ها کلاس فارسی میرفت، از هفته گذشته گفتش که نمیخوام برم دیگه، گفتم خب نرو میریم پارک بازی میکنی. یا بسیار کلاس فارسی هم بیشتر برای این بود که دوستاشو ببینه که فارسی زبونن، وگرنه خیلی اصراری من نداشتم. برای ملاکون عزیز اگر او انتخاب بله. مرتی نداره. اوکی خب حالا داستانی حالا ایشون تازگی به من میگه که من اون اسکرین تایم رو میخوام با کامپیوتر بازی کنم. حتما این کار رو بکنی. شما به من بفرمایید از 20 تا 30 تا بچه که تو مدرسه هست چند تاشون این کار رو نمی کنن؟ احتمالا خب بنابراین ببینید هستید، ما در یک کشوری هستیم که قرار قواعد و اصولی که حاکم هست به بچه هامون موافقت باش کنیم که بچه ها احساس نکنن مختلف و متفاوتن و غالب اوقات هم به این سمت برن که من عیب و ایراد دارم و بدم. بنابراین اگر فرض شما این است که از 10 تا بچه ای که دو مدرسه است 6 تاش 7 تاش 5 تاش هم این کار رو میکنه، دختر رو میخواد بکنه بکنه، چه اشکالی داره؟ آره خیلی خوب. دومین سوالم هم این بود که حدود یعنی قبل از اینکه سال گذشته تحصیلی تموم بشه، ایشون به من میگفت که تو مدرسه خیلی، البته مدرسه این محلی که من انتخاب کردم برای زندگی برای این بوده که مدرسه همه 9 out of 10 هن، یعنی اسکورشون هم دبستان راهنمای دبیرستانش خیلی خوبن، ولی ایشون میگفت رسیدگیش کمه به من و من میخوام که سال دیگه برم پرایویت سکول، چون آخرای سال بود و نمیتونستم من برای سال دیگه. یعنی چه؟ نه رسیدگیش کمن یعنی چه؟ چی فرمودین؟ رسیدگیش کمن یعنی چه؟ میگفتش که مثلا کلاس ریاضی برای من ساده است یا کلاس انگلیسیش برای من خیلی ساده است، حوصله‌ام سر میره توی کلاس. البته یه ذره من گذاشتمش این کومان، یه ذره کلاس باز افتر اسکول ریاضی بود، دوست داشت، یه مقداری میرفت، هیجان داشت براش، بعد خسته شد گفتش که زیادیه، گفتم خب پس دیگه نرو اگر که خسته میشی لازم نیست بری. بعد گفتش که اگه شنیدم که بچه ها میرن پرایویت اسکول اونجا بیشتر بهشون رسیدگی میکنن منو بنویسید. آخه یه دختر عزیز دل ببخشید بنا آقای دکتر، نکنید این کار، بچه رو تبدیل به یه ماشین نکنید. من میدونید با معلم مدرسه بچه هم سر چی دعوا داشتم، برای چی بهشون هومورک میدید؟ تکلیف ما شمس، ما 8 صبح میاریم، 8:30 تحویل تو میدیم، 3 میگیریم ولشون، اینا آمدن زندگی کنن و شما دقیقا در این مسیری که به هر حال در ایران به عنوان تنها و بهترین و کاملا مورد قبول جامعه بوده بفرستیمش که همین جوری پیش بره، خالی، تنها، جدا. نکنید عزیز،
اینکه پسر دختر شما وارد یه مرحله شده رقابتی. ببینید عزیز، بین 3 تا 6 سالگی بچه ها 3 تا انتخاب باید بکنن، به هر 3 تاش هم سیه، یکی همکاری کوپریشن، یکی کامپیتیشن رقابت، یکی کانفلیکت ستیز. دختر شما دومی رو انتخاب کرده، کاملا پیداست، یعنی میخواد تو همه چیز از همه جلو بزنه و این خالی و تنها و مضطرب و نگران و بعدا افسرده و خشمگین نگرش میداره. بذارید بچگی کنه. انسان قراره در کودکی کودکی کنه. من بچه هم حق نداشتن شنبه و یک شنبه درس بخونم، کتاب میتونستم بخونم، اونم کم. فعالیت فیزیکی احتیاج هست. شما دارید چون خودتون یه مدلی بودید، من با این سیستم آشنام دیگه، اون چیزی که ما بشکیم The Drama of Gifted Child، یعنی کتابم هست دقیقا به همین اسم، یعنی یه فاجعه ای که ما بچه باهوش رو بندازیم تبدیلش کنیم به یه ربات، جان رو حس نکنه، جان رو احساس نکنه، زندگی نکنه، فقط زنده باشه، نفر اول باشه. همیشه وقتی شما نفر اولید، خالی و تنهایی تو جدا. شما نگاه کنید به آمار بیماری های روانی و خودکشی بعد از مسابقات المپیک. یعنی اشکال کار اینه، من قراره رکورد خودم رو بشکنم، من قرار نیست رکورد کسی دیگر رو بشکنم. دختر 8-9 ساله وقتی بیاد بگه منو بذاری پرایوت اسکول، در اونجا بیشتر به من میرسن، من همچنین مات و منفوت میمونم. این حرف ابدا از نایه دختر 9 ساله و ذهن اون میگذره. این حرفیست که شنیده و فکر کرده چه خوب. و اون من خودم به شخص خیلی با پرایوت اسکول همیشه مشکل داشتم، یعنی دوست داشتم که یه جایی باشه که خب همه هستن، با اینکه آدم بهتر میتونه کانکت بشه. ولی فکر میکنم به خاطر اینکه یه دفعه 2 سال پیش بولی شده بوده و البته من با مسئولین مدرسه صحبت کردم، اون دختری هم که بولی دکتر عزیز مدارس پرایوت تبعیض و تفاوت و نوعی قانون شکنی خیلی خیلی درش بیشتره. بله، بنابراین بولی شده که شده، بچه های ما باید این تجربه ها رو داشته باشن، باید بدونن که تو دنیایی هستن که آدم ها رفتار خوب و بد با اونها دارن، همه چیز راحت و آسوده نیست. ولی این در پرایوت سکول به دست نمیاد. پرایوت سکول در مذهبیش که اصلا فراموش کنید، غیر مذهبیش هم ده ها مسئله و مشکل داره، از پدر مادرها گرفتن که چقدر دخالت میکنن، از بچه های رقابتی، از بچه های خشمگین و خالی، از بچه هایی که کوشش برای مسخره کردن و کوچک کردن دیگران میکنن، معلمینی که حتی ای بسا مدرک یه لیسانس هم ندارن و خودشون اهل درس و کار نبودن، حالا میشن راهنمایان و حادیان بچه های منشون. به همیشه من مدارس خصوصی مسئله دارم. شما در یه شهری مانند لس آنجلس معلم مدارس دولتی باشید، لیسانس رو میخواید، یه بچلر دیگری میخواید و کردینشیال معلمی. بیاد الان من برم شما رو تو مدارس خوب پرایوت. پسر اصلا دیپلم نداره معلم، این میخواد مثلا عشق و علاقه به علم و کتاب رو بچه من تزریق کنه. من بنابراین گوش به این حرفا ندید، بچه رو اینقدر بزرگش نکنید عزیزم، بذارید 9 ساله، 9 ساله و 7 ساله و 8 ساله زندگی کنه. دختر شما الان حرفایی که میزنید الان حرفاش 14-15 به صورت عجیبی این تا امسال که رفته مدرسه، یعنی کاملا برعکس میگه که نه من میخوام همینجا بمونم، یعنی من دیگه اصلا بسیار عالی خودش بسیار عالی. نه حالا فکر کنم یا نمیذارم یا بخواد اون دختر اصلا چه اهمیت داره دکتر عزیز هر جور دوست داره بذارید کودکی کنه، بذارید اشتباه کنه، بذارید فکر کنه خودش انتخاب میکنه. خوشحال پس دیگه من پیگیری نمی کنم اونو، من فکر کردم که بعد پیگیری کنم یا نه بعد بعدم به دخترتون بگید به من زنگ بزنه من بگم با پدرش چیکار کنه. بله حتما لطف کنید، لطف کنید سی دی 7 تا 13 سالگی منو بشنوید. همه رو شنیدم آقای دکتر، همه یه از اول. حالا مطمئن شدم، مطمئن شدم که بیفاید از این کارا. نه رها کنید عزیز، فهمیدم چقدر این سی دی ها بیفاید است. دکتر عزیز رهاش کنید، بذارید کودکی. من باورم کنید واقعا 52 هفته سال، حتما 50 هفتهش من از صبح به قول معروف طلوع خورشید تا زمانی که چشمامو میدید ما تو پارک بودیم، هم شنبه هم میشم، مثلا همه دوستان منو میخواستن، نمیدونستن باید بیان پارک.
برای که من میخوام این آزادی رو حس کنه، این تجربه عالی. اگرم بتونیم حتی مثلا اگر هوا که فصله که هوا خوبه که دوست داشتم من پیدا میکنم کسی که خانواده که بچه های همسن دارم میریم کمپ میکنیم عالی. خارج شهر شب هم میمونم. شما به اون آزادی و لذت زندگی رو بدید. من همیشه عرض کردم تو کمتر از اون بازی اسباب بازی هم بازی بعد از اونم مهم اینه که احساس کنه زندگی چه جای خوبیه و آدم از زندگیش لذت میبره و بودن با دوستاش براش چقدر جالبه. و این کنار بچه هم زمزم دوستای خوبشو پیدا کنم بریم شهر بازی جایی بنابراین خودتونم کودکی کنید بتونم من که لذت میبرم خیلی از کودکی کردن با ایشون. بسیار حالا یه مقداری یه مسئله جدیتری هست، ایشون به نظرم یه مقداری استراب داشتن و ناخوناشون رو میخوردن یه چند وقتی و خب اتاق خودشو داره تو تخت خودشو داره و به من میگفتش که من میترسم اینجا تنها بخوابم، من میگفت پیش من بمون. حالا من اولا میشستم یا کتاب میخوندم توی اتاقش تا اون خوابش ببره، بعد یه مدت به من میگفتش که من باید دستتو رو بگیرم تا خوابم ببره، که میگفتم خب باشه، دستم رو میگرفت. بعد دیگه وقتی که اون خوابش میبرد من میرفتم توی اتاقم. یه چند بار ساعت تقریبا 2-3 نصف شب بلند شد اومد تو اتاق من، گفت میتونم اینجا بخوابم؟ دیگه دیدم که بد خوابه، گفتم خب بخواب، خوابید اونجا. ولی الان یه 4-5 هفته است که میگه تو اتاقم خوابم نمیبره، باید بیام توی تخت تو. البته اون طرف تخت میخوابه، من تخت بزرگه، اون طرف میخوابه، من این طرف بدونم یه دونه بالش خیلی بزرگ میذارم، ولی همچنان میگه که من دست تو میخوام بگیرم تا خوابم ببره، دست منو میگیره تا خوابش ببره بعدش. و این فکر میکنم که حالا خیلی یه خورده با صحبتهای شما رو که شنیدم یه خورده نگرانم میکنه که البته دیگه ناخونش رو نمیخوره، این چند وقته که دیگه این کارو میکنه دیگه ناخونش رو نمیخوره، استرسی نداره، ولی خب این اتفاق افتاده و این خیلی من نگران میکنه با توجه به صحبت که از شما شنیدم. شما من بگید آخه این قصه کاستدی چرا یه دختر کنار مادرش نباشه؟ ایشون خیلی تمایلی نداشت به این کار و اینکه مثلا یعنی روز خونه ایشون بیاد خونه ای من یه خورده 3-4 روز بره اونجا بیاد اینجا، گفتیم که یه جا باشه که یه خونه داشته باشه. من فهم چرا پر اونم پر مادرش نباشه؟ ایشون خب خیلی با هم دیگه خیلی سازگاری نداشتن، یعنی همون دو ساعت هم که با هم تنها خیلی ساعت خوبی نیست، یعنی اگر میشد که همون 2 ساعت هم نباشن. حالا ویژگی همسر شما چیه عزیز؟ فکر من بگید آخه اولا دو تا دلیل اصلی جدایی شما چیه؟ حالا شاید نتونم همشو نه بیاد وارد اون بحثا، بعد یه دونه دلیل اصلی جداییتون چیه؟ یه خورده خشم داشتن. آقا من یه نگرانی دارم از اینکه شما یه زمینه ای به من مجبورم عرض کنم چون رو خط رادیو هستی، زمینه obsessive compulsive personal disorder نشون میدید، یعنی یه شخصیت شخصیت وسواسی مجبور و بعدم دکتر کنم کاملا این استراب رو داره و میتونه کار دستتون بده. حالا به من بفرمایید، وقت کمیست، یه وقت دیگه باید شاید تشویق بیارید، به من بفرمایید که تو خانواده پدری و مادری شما چقدر استراب، استرس، افسردگی، خشم، وسواس وجود داشته؟ استرس شاید نه، استرس و وسواس نه، ولی خب خشم چرا یه مقداری بوده. افسردگی هم فکر میکنم که یکی از دایام داشتن دارن. خب تو خانواده همسرتون چی؟ همسر سابقتون چی؟ تو خانواده ایشون خیلی اگرم باشه من چرا یه مادری نخواد کنار دخترش باشه و پول خوبی هم از شما بگیره با دخترش خوب زندگی کنه؟ والا این قضیه خب از وقتی که ایشون به دنیا اومدش ایشون خیلی یعنی خیلی احساس چیز نداشت، احساس میکرد که
تعریفشون از فامیلی یه مقداری فرق میکرد، فکر میکرد یعنی که چی بود تعریف ایشون؟ چی فرق بوده؟ تعریف ایشون از خانواده چه بود؟ والا این اواخر که خب صحبت های عجیبی میکرد، یعنی ما زندگی قبل از تولد بچه و بعد از تولد بچه خیلی فرق داشت، و قبلش خب خیلی برنامه هایی بود که حتما دو تا بچه داشته باشیم و اینا، ولی بعد از به دنیا اومدن فکر نمیدونم، شاید به دنیا اومدن بچه خیلی سخت بود براشون یا هر چیزی، خیلی خیلی عوض شد یه دفعه، همه چیز خیلی تغییر کرد. حالا یه سوال اساسی که من دارم اینه که من فکر میکردم که وقت به تراپیست بگیرم برای دخترم. نه معلوم نیست مفید باشه، برای اینکه برخی از اوقات بچه ها با لیبل مریض و اینا میتونن، مگر اینکه به این کار افتخار بکنه که نمیکنه، بعدم همسرتون دست از سرتون بر نمیداره. من گرفتاری دستید شما، نمیدونم چه خبر بوده، یعنی اولا من رو در جهت اینکه این چه ازدواجی بوده که شما کردید، ایشون بعد از آمدن بچه چرا یک دفعه، حالا شاید بچه اول چون دختر بوده و از وقت مسئله است، ولی اگر اون موضوع نبوده چرا یه دفعه چرا اون موضوع بوده؟ به خاطر اینکه خانواده‌شون همشون دختر زیاد دارن، مثلا پسر ندارن، این یه مقداری همه اینا خوب مسئله براشون بوده. اون نارضایتی یه کار دست داده. بعد هم الان اگر به ایشون بگی تو بیا با دخترمون باش و همه امکانات براشون فراهم کنید، پاسخ ایشون چیه؟ ایشون دنبال چیزای دیگه ایه، میدونین دنبال، یعنی خب اون موقعی هم که ما با هم زندگی میکردیم همین بود دیگه، همه یه زندگی فراهم بود. نه دنبال چی هستن ایشون؟ جان ایشون دنبال چی دنبال هستن؟ تجربه هستن، میگن که من تجربه نداشتم. تجربه محیط، تجربه آخه احتمالا شما با نمیدونم، ببینید عزیز میدونم شما مایل نیستید در این باره صحبت کنید، کاملا پیداست، ولی من چون شرمندگانم در مقابل شما، علائمی نشون میده که همسر شما بیماره، علائمی نشون میده که رابطه شما غیر عادی است، علائمی نشون میده که شما با یک درست و غلط و خوب و بدای بزرگ شدید که خیلی در دنیای امروز پذیرفته یا پسندیده نیست، و الان کاری هم که دختر شما داره میکنه برخی از خود اصلا خطرناکه. نه خب شما خودتون رو در یک وضعیتی گذاشتی که دائما انتخابتون بین بد و بدتر باشه. ما تو دنیایی هستیم که باید هوشمون و تواناییمون به کار بریم که انتخابمون بین خوب و بهتر باشه، که حالا خوب رو هم انتخاب کردیم اونقدر موضوعی نباشه، نه که انتخاب بین بد و بدتر باشه. دختر 9 ساله رو یه پدر تو امریکا میخواد بزرگ کنه، چرا؟ چرا مادر رو ایشون اگر میخوان، حتی را اشاره کردید، نمیخوام وارد بحثش بشیم، اصلا ایشون داره شما تجربه کنید، از اولا هیچ معنی نداره، دوم نشون دهنده این است که شما چرا با یه آدم اینقدر سطحی و خالی ازدواج کردید. حالا اونم بذاریمش کنار، برخی از اوقات معلوم نیست که کنار شما بودنه به دخترتون کمک کنه، شما در جهت محافظت و مراقبت از او این کارو میکنید، ولی این محافظت و مراقبت ممکنه به از دست دادن تمام حالات و احساسات عادیش باشه. بله من نمیدونم، اگر همسر سابقتون و مادر دخترتون برخی از بیماری های روانی رو داره که زمینه ارثی داره، شما الان به من حرفتون این است که دختر من در سن 9 سالگی مثلا ناخوناشو میجره، از یه طرف نشون دهنده تثبیت دهانی است، اورال فیکسیشن 14 ماه یا 18 ماه اول کودکی است، از جانب دیگه نماینده کاملا استراب سنگین و شدید. بعد شما در قسمت اول به هر حال تصویری رو به من ارائه دادید که دختر شما از این کلاس به اون کلاس، از اینجا به اونجا داره میدوه، که من به اینجا رسیدم که توی مسیر رقابتی افتاده که از پادرش کنه، چون ما اگر در رقابت خودمو بالا ببینیم از ترس و استرابی که بیفتیم و دیگران ما رو میاندازند اذیت میشیم، این پایین بدونیم که گرفتاری. الان به این نتیجه میرسم که دختر شما میخواد فقط دنیا رو حس و احساس نکنه، از این کلاس بره اون کلاس، از اون کلاس بره اون کلاس، و بعدم فقط همه چیز رو در چارچوب آموختن
رشد ببینه. و این چیزی نیست که خودش یه دختر 9 ساله داشته باشه، این چیزی است که مستقیم و غیر مستقیم تحت تاثیر شماست. و کاملا از نوع حتی پرسشی که در آغاز کردید، گویی ما اومدیم این دنیا که یا درس بخونیم یا کار بکنیم یا پیشرفت کنیم. ابدا، ما اومدیم تو این دنیا متوجه شدیم یه سری نیازهایی داریم، این نیازها باید برآورده بشه، این احتیاجها داریم، دانایی داشته باشیم، توانایی داشته باشیم، راحتتر و بهتر برآورده میشه، رفتیم دنبالش. ای به اندازه که هوا وجود داره، غذا هم وجود داشت، یه دونه مدرسه هم باز نمیشه. یعنی میخوام بگم یه نگاه دیگری رو احتیاج هست شاید داشته باشید، بلا من نگران میکنم. اولا یه مقداری درباره سابقه خانوادگی خودتون چک کنید ببینید چه چیزایی هست، دوم درباره سابقه خانوادگی همسرتون، و بعدم با یه نفر، حالا نه رو خط رادیو چون متوجهم راضی راحت نیستی، با یه کسی 2-3 ساعت صحبت کنید ببینید مادر که بوده، حتی تو همون مدتی که با هم بودن چیه توی وجود این بچه کاشته، و الان دختر شما آیا یه واقعا مضطرب، آیا بازیشه، آیا یه گرایش های جنسی چی که او رو به سمت شما میکشونه و میخواد چپ تو اتاق شما باشه، آیا میخواد به نوعی شما رو محدود و مقید کنه که با کسی نباشی. خیلی احتمالات هست. من اگر زمانی بود که من الان 10 سالی است که به خاطر رادیو همراه کار نمیکنم، من اگر میتونستم شما رو 5 ساعت ببینم، 95% این مسائل هم روشن میشد، هم میشد حل بشه. یعنی احتیاج به این هست که یه نگاه دقیق بهتری به این ماجرا بکنید و الا میتونه کار دستتون بده عزیز، ولی که هر کنم از اینا مسئله هست. و گفتم حتی ای بسار شما اگر فرض بفرمایید همسرتون به جای ما 1000 دلار 10000 دلار بگیره و به گونه ای که شما میخواید از بچه مراقبت کنه، شاید طلاقتون باشه تا شما، برای که من نمیدونیم از کجا میاد. بعدم اگر این موقع اختلالات جدی سایکاتیک یا روان پریشی تو خانواده شما یا همسرتون باشه، دختر اگر وضعیه امنیت و آرامشی کامل برخوردار نباشه، میتونه علائم و نشانهای اون گرفتاری ها رو بروز بده. یعنی من حدثم این است که ما 5% با یه مسائلی مشکلاتی جدی روبرو سیم، 95% نه، ولی من تو کارم با 1000% هم موضوع رو رها نمی کنم. این که به نظر من ببینید یه ارزیابی بکنید، با یک کسی آگاه صحبت کنید، یه مرکزی بدون که اصلا مسئله باشه دخترتون ارزیابی کنید، ولی اطلاعات خانوادگی خودتون و همسر سابقتون رو بگیرید و ذهنتون باز باشه برای پذیرفتن خیلی چیزا، و الا میتونید بعدا گرفتار بشید. امیدوارم هیچی نباشه، ولی من چون قراره به بدترین سناریو فکر کنم، به این امید که دوستان توجهی بکنن و ثابت بشه که من اشتباه کردم، ممنون میشم دوباره شو بگیر. اگر حرفای تازه، مطالب تازه بود، بدونی که بخوام وارد حوزه و حریم بشم که شما دوست ندارید، اگر دلتون خواست رو خط بیاد با هم صحبت کنیم. من متاسفانه با آخر خط وقتم رسیدم و ناچار باید خداحافظی کنم. دو تا سوال خیلی کوتاه میتونم بپرسم ازتون؟ نه متاسفانه دکتر.